سلام و فراخبر خوش آمده در این برنامه. آمدن دبیر کل سازمان ملل متحد به کابل در گرماگرم بی‌امنیتی و بی‌ثباتی‌های سیاسی. بلندپایه‌ترین مقام سازمان ملل متحد با چی پیام به افغانستان آمده است؟ جنجال در امریکا پس از افشای نام واقعی دختر اوباما. دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین دیدارش از کابل از جامعه جهانی و همسایگان افغانستان میخواهد تا بر سر پایان جنگ در افغانستان همراه شوند و به این درک برسند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. آنتونیو گوترس در دیدار از اردوگاه‌های بی‌جا شدگان جنگ‌ها در کابل تاکید می‌ورزد که این جنگ نیاز به یک راه حل سیاسی دارد. اما سفر بلندپایه‌ترین مقام سازمان ملل متحد به افغانستان در اوضاعی که برخی‌ها از احتمال زوال حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهند چه پیامی را به همراه دارد؟ برای بحث بیشتر در این باره دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه و جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی مهمانان من هستند. خیلی خوش آمدید آقای هاشمی. آمدن دبیر کل سازمان ملل متحد با کابل در واقع در حال صورت میگیره که بحران امنیتی و بی‌ثباتی در سپهر سیاسی افغانستان حاکم است و در کنار از این یک نوع بی‌اعتمادی در میان اعضای حکومت وحدت ملی شکل گرفته. این سفر در چنین یک وضعیت شما از کدام منظر میبینید و در چگونه تحلیل میکنید؟ به نام خدا، با سلام به شما میهمان محترم و بینندگان عزیز. خب طبیعتاً موضوعی که ارتباط میگیره یک بخشش به بحث مهاجرین است که ما از سال گذشته در افغانستان از کشورهای همسایه داشتیم، بیجا شدگان داخلی که داشتیم و طبیعتاً تا حدودی بحرانی بودن شرایط پناهندگان در افغانستان و مهاجرین نشان میده از یک طرف. از طرف دیگه خب حوادثی که در این اواخر در افغانستان اتفاق افتاده تا حدودی دغدغه‌های جامعه جهانی را هم افزایش داده نسبت به افغانستان و طبیعی است که در چنین فضای سفر بلند پایه‌ترین مقام سازمان ملل متحد نشان دهنده نگاهی است که جامعه جهانی به افغانستان داره و تشویش هایی که نسبت به مسائل افغانستان وجود داره. حالا این سفر در زمان صورت میگیره که یک بخش حکومت در واقع در مقابل رهبران حکومت وحدت ملی قرار گرفتن و در کنار از این احزاب سیاسی و جریان های سیاسی حکومت نقد میکنن و حتی هشدار از احتمال سقوط حکومت وحدت ملی در واقع سر داده می شود. چقدر ربط داره آمدن دبیر کل سازمان ملل متحد با این موضوعات و تحولات؟ ببینید من خیلی مرتبط دقیقا یا مستقیم نسبت به این موضوع ارتباط نمی‌بینم. سفر آقای گوترس به افغانستان، بحرانی که در افغانستان وجود داره طبیعتاً ریشه های منطقه‌ای داره و همسایگان تا حدودی تاثیرگذار هستند در بحران افغانستان. و زمانی که شما افغانستان به یک کشور ناامن ببینید با توجه به تلاش‌هایی که از طرف حکومت و اینا صورت گرفته در چند سال اخیر و باز هم ما شاهد ناامنی در افغانستان هستیم، طبیعتاً دغدغه‌های جامعه جهانی رو بیشتر می‌سازه. من فکر می‌کنم سازمان ملل متحد در حوزه‌ای که داره فعالیت می‌کنه در افغانستان بیشتر به دنبال ایجاد یک اجماست در سطح منطقه نسبت به مسائل افغانستان و ای که توجه جامعه جهانی نسبت به افغانستان بیشتر بسازه در شرایط حاضر، چون میشه گفت که ما هر چی تلاش کنیم در مبارزه با تروریست تا زمانی که او اجماع منطقه‌ای شکل نگیره یا همکاری همسایگان به درستی صورت نگیره یا جامعه جهانی شرایط خاص افغانستان مطرح نسازه نسبت به دخالت کشورهای همسایه در افغانستان، فکر میکنم موفقیت حاصل نمیشه و طبیعتاً این ناامنی میتونه تاثیرگذار باشه بر سایر کشورها. حالا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و دبیر کل سازمان ملل متحد در واقع چه نگرانی از ابعاد منطقه‌ای و بیرونی جنگ افغانستان داره؟ حالا این نگرانی ها پای بلند پایه‌ترین مقام این سازمان رو به افغانستان کشانیده است. منشور ملل متحد بعد از تأسیس که ایجاد میشه، هدفی که سازمان ملل متحد ایجاد میشه بحث امنیت و صلح هست در سطح جهان. طبیعتاً وقتی که یک دولت به تنهایی داره تلاش میکنه ولی باز هم نمیتونه با توجه به مشکلات کلانی که در سطح منطقه وجود داره نسبت به مسائل امنیتی در افغانستان، طبیعی است که این سازمان ملل متحد و سازمانی که در رأس در واقع تمام مسائل امنیتی و مسائل صلح به عنوان اصول اولی خود در پیش گرفته است، در شرایط افغانستان باید نقش کلانتر ایفا کنه. و اگر خواسته باشیم دقیق تر بگم خدمتتون، او ایست که سازمان ملل متحد و اجنسی هایی که در افغانستان دارن فعالیت میکنن طبیعتاً به سمت یک نگاه واحدتر در خصوص افغانستان حرکت میکنن. من یک نکته دیگرم باید اضافه کنم در اینجا که بحث سازمان ملل متحد در افغانستان صرف بعد امنیتی نداره یا بحث صلح باشه، طبیعتاً مباحث انکشافی، مباحث کمک به افغان ها در
امر توسعه مطرح است، ولی در 16 سال گذشته دستاوردهایی که بوده پراکنده است. چیزی که من باور دارم در خصوص تلاش‌های حکومت بیشتر به سمت جمع کردن و هماهنگ کردن این فعالیت‌هاست و تلاش‌هایی که تا الان صورت گرفته در 3 سال اخیر که من امیدوار هستم نتیجه مطلوب بده. خیلی سپاسگزارم آقای فیصل. حالا شما اگر مشخص‌تر در مورد هدف سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان بگویید، در واقع چی چیز پای دبیرکل سازمان ملل متحد به کابل کشاند؟ رویدادهای واپسین هراس افغانانه و یا نه شکاف عمیق سیاسی در میان رهبران حکومت وحدت ملی و جریان‌های سیاسی شکل گرفته در حکومت؟ دیر مدن البعد مرغ چیز مر وضعیت تمر خراب سویده چی هر کار چی اگر شاید منفی اپادم ونلری یا شاید اندیشنو خڑک نوی هغه د خلکو لپاره د اندېښنو وړ وي یا فکر کوي چې والله شاید د دغو منفي حالتونو له خاطر څخه به دا کار پیښ سوی وي، ولې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راتګ افغانستان ته دا په وروستیو امنیتي پیښو یا په ټوله کې په سیاسي وضعیت پورې مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري. دا سفر ډېر له پخوا څخه پلان سوی و. ښاغلي ګوترس په منځنۍ اسیا کې تقریبا 15 ورځې تر دې مخکې هلته تېرې کړې وې. نن بلاخره افغانستان ته دغه سفر د لړۍ یوه برخه وه چې افغانستان ته راغلی، ولې په ټوله کې دغه ډول سفرونه زموږ سره مرسته کوي چې موږ یو ځل بیا له خپلو نړیوالو همکارانو او په ټوله کې نړیوالو اداراتو سره د همغږۍ او ګډې همکارۍ پلان چې لرو هغه ژمنې چې لرو هغه بیا تازه کړو. سره نن هم ښاغلي ګوترس په خپلو خبرو کې چې یا ملاقاتونو کې چې له جمهور رئیس او اجرا رئیس یې درلودله هغه وویل چې ملګري ملتونه په تمامه معنا د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه ده. ولې دلته زه غواړم یوه خبره اصلاح کړمه چې موږ په یو داسې وضعیت کې نه یو چې ملګری ملتونه دې له هغه څخه ډېر تشویش ولري، یا دې موږ د هغوی په اوسني حالت کې د هغوی نور وغواړو چې دلته شکیل سي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نامه په نامه یو دفتر لري چې هغه په تېرو کلونو کې هم موجود و، په تېرو لسیزو کې افغانستان کې و او همیشه یې کار کوي چې دلته دولت تاریخ شسي. نن هم دوی هماغه ماموریت لري. سرمنشي هم نن وویل چې موږ به خپل ماموریت دوام ورکوو، د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هغه وویل چې په مرکزي آسیا کې مشخصا ترکمنستان کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې او د اقتصادي فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې ډېره لیوالتیا موجوده ده. موږ کولی شو چې هغه استفاده کړو. همدار از د منځنۍ آسیا او سویلي آسیا ترمنځ افغانستان د یو پله په حیثیت کې مطرح دی او په دې برخه کې کار وسي. همدار از هغوی زموږ له سیاسي پروسې او د سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي او هیله یې وښوده چې د سیمې په کچه باندې زموږ اړیکې زموږ له همسایګانو سره ښې سي او په ټوله کې د نړۍ په کچه باندې ولسي تحولات دې باعث چې افغانستان د همکاریو په مرکز بدل شي. فیصل، شما میبینین که در چند روز اخیر در واقع نارضایتی های بسیاری ها چی در درون حکومت چی در بیرون از حکومت نسبت به عملکردهای حکومت افغانستان برجسته تر از پیش گردیده و حتی جریان های شکل گرفته در مقابل حکومت وحدت ملی، از فساد گرفته تا ناامنی و بیکاری و عملکردهای حکومت وحدت ملی در سطح کلان، در سطح منطقه و بیرون منطقه، در واقع همهش زیر بار انتقاد جریان های سیاسی و حتی یک بخشی از حکومت افغانستان قرار گرفتن. چطور شما میگین که آمدن دبیرکل سازمان ملل متحد ربط به این موضوعات و این نگرانی ها نداره؟ مگر سازمان ملل متحد نگران این وضعیت آشفته حاکم در حکومت افغانستان نیست؟ ما امروز از تشویش های خودم صحبت داشتیم، رئیس اجرایی مشخصا به سرمنشی ملل متحد در این مورد بحث داشتن. اینا هم ملل متحد از نامنی افغانستان تشویش داره و بدون شک این یک تشویش برای کلگی است، تنها برای افغانان نیست، این هم برای منطقه است و هم برای جهان است. مشخصا امریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا که با ما همکار هستند. ما این مسئله صحبت کردیم، بحث برای بود که ما چی گونه میتونیم که پاکستان و دار بایی بسازیم که اینا همکار شوند. در داخل ما مشکلات داریم، ولی ابعادش که در خارج است ضرورت است که به او پرداخته شود. ما از ملل متحد امروز خواستیم. ما در چند بود ایره صحبت کردیم. چه پاسخی برای شما داده شد؟ زمان شما خواستین در برای پاکستان با دبیرکل سازمان ملل متحد ما در چند بود صحبت کردیم. یکی که پاکستان باید در این بخش همکار شود، دیگری که مشکلاتی که در کشورهای خلیج ایجاد شده او تاثیر بعدی سر افغانستان داشته باشه، و سومی که به سطح جهانی مشخصا بین امریکا و بین روسیه همکاری ها در افغانستان بیشتر شوند. این دو کشور یک وقت بود که همکاری های بیشتر از امروز داشتن، هم هانگی بیشتر داشتن و به سطح کلان صحبت های می داشته باشند. او همکاری ها آل زیاد نیست. ما امروز از این ناحیه بحث کردیم که این همکاری ها باید بیشتر شود تا افغانستان به یک مرکز
هماهنگی و کار مشترک بین آمریکا و روسیه و در کل بین کشورهایی که به سطح جهان با هم بحثای دارن یک میدان رقابت نباشه بلکه یک میدان همکاری باشه. خیلی سپاس. ادامه فراخبر پس از وقفه کوتاه تقدیم می شود. آقای هاشمی، حالا آقای فیصل گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی نگرانیشان را از بابت مداخله پاکستان در مسائل افغانستان با دبیرکل سازمان ملل متحد در واقع شریک ساختند. دبیرکل سازمان ملل متحد هم در گفتگو با رسانه ها در واقع به کشورهای همسایه پیام ارائه کرد که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره و باید با معزل افغانستان از راه های سیاسی پرداخته شود. در اینجا دبیر کل سازمان ملل متحد آقای گوترس چی میخواهد بگه و این پیام مشخصتر متوجه کدام کشور است؟ ببینید، صحبت اول ما بر سر ازی بود که تلاشایی که حکومت انجام داده در واقع نشان دهنده از این است که جامعه جهانی نسبت به افغانستان آگاه و مشکلات افغانستان درک میکنه و هم نتیجه هم دیپلماسی است که در اینجا داره اتفاق میفته که دبیر کل سازمان ملل در افغانستان حضور پیدا میکنه و این مسائل کتش مطرح میشه. اما یک چیزی از لحاظ حقوقی و روابط بین الملل وجود داره که سازمان ملل نقش اجرایی نداره. این باید تفکیک قائل شدن در واقع کسانی که در حکومت هستند و دارن فعالیت انجام میدن. سازمان ملل متحد در واقع نشان دهنده در واقع او تفکر است که جامعه ملل نسبت به یک کشور و رخدادهای از او داره. اما تلاش هایی که صورت میگیره مثل فعالیتی که اجنسی سازمان ملل در افغانستان انجام میدن، طبیعتاً در دوره حکومت وحدت ملی به سمت یک انسجام پیش رفته، به سمت یک نوع نظارت از سوی حکومت داره پیش میره تا جایی که من اطلاع دارم و اینا نکات مثبتی است که باید مورد بحث قرار بگیره در خصوص فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان. اما در عین زمان وقتی که دبیر کل سازمان ملل در افغانستان حضور پیدا میکنه، من فکر میکنم پاسخ واضح و روشنی به کشورهای همسایه و منطقه داره و حتی جامعه جهانی که نشان دهنده دغدغه‌های جامعه ملل در خصوص بحرانی است که در سطح منطقه وجود داره و بیشترین آسیب به مردم افغانستان زده. این نتیجه یک بحث مثبت است به عقیده من و طبیعتاً روی پاکستان رفتارش انجام میده. اما من فکر نمی‌کنم هیچ وقت در بحث آقای گوترس که امروز در افغانستان بودند و تا جایی که من اطلاع دارم امروز به خاطر همدردی خود مردم افغانستان، همراهی خود مردم افغانستان روزه‌دار هم بودند ایشان. این نکته جالب است برام. اویست که در واقع سازمان ملل متحد نشان میده که کشور مثل پاکستان که مداخلات منفی در افغانستان متاسفانه دیشته به سمت انزوا خواهد رفت و ولی نقش اجرایی نداره سازمان ملل در اینجا که شما چنین نقش برش قائل شوین، اما میتونه یک کشور به انزوا بکشانه، کشوری که فعالیت های منفی در حوزه تروریسم انجام میده و تاثیر گذاری منفی در افغانستان داره. اما تفکیک باید قائل شه ما بین نقش اجرایی سازمان ملل متحد، پیغامی که به کشورها میده، تا اینکه نقش اعلانی داره و در واقع افکار جامعه جهانی منعکس میسازه. آقای هاشمی، حالا شما گفتین که سازمان ملل متحد جامعه جهانی در مجموع در واقع از ابعاد منطقه‌ای و بیرونی جنگ افغانستان در واقع نگرانی دارن. حالا اگر این نگرانی ها جدی هستند، چرا اینها روی کردشان در برابر کشورهای زی داخل در جنگ افغانستان تغییر نمیتن؟ بخصوص در پاکستان چرا این کشور منزوی نمیسازند؟ چرا کسانی را در سازمان ملل متحد به حمایت از کشورهای حامی جنگ در افغانستان میپردازند در واقع جلوشان را نمیگیرند؟ ببینید، از منظر یک افغان که صحبت میکنیم کاملا دقیق است که باید چنین چیزی صورت بگیره، ولی وقتی که بحث روابط بین الملل مطرح میسازیم، فضایی که ما واقع شدیم یک کشور که نزدیک 200 میلیون جمعیت داره، او هم در واقع دیپلماسی خاص خودش داره در قبال بحران افغانستان و بحرانی که در سطح منطقه وجود داره. من فکر میکنم دیپلماسی واقع بینانه اویست که ما تلاش های خودمان داشته باشیم به حیث حکومت جامعه افغانستان و به شکل عیان و واضح برای جامعه جهانی مطرح بسازیم، مثل سفرهایی که امروز داره اتفاق میفته، از این بتونیم بهره برداری کافی بکنیم، فضا رو تشریح بسازیم برای نظام بین الملل و در عین زمان به یک کشور مثبت در سطح منطقه بی سمت حرکت کنیم. ولی فکر نمی کنم که سازمان ملل متحد به یک بارگی یا به یک سازمان بین المللی بتونه که تغییر کامل در رفتار پاکستان ایجاد کنه، اما میتونه انعکاس بده فعالیت‌های منفی پاکستان در سطح منطقه. بله. آقای فیصل، مشکل در کجاست؟ چرا رویکرد سازمان‌های جهانی، سازمان‌های بین‌الملل، به خصوص سازمان ملل متحد نسبت به کشورهای زی داخل در جنگ افغانستان، به خصوص پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان تغییر نمی‌کنه؟ آیا حکومت افغانستان نمی‌تونه درست به این کشورها تفهیم کنه، مداخلات این کشورها را به گونه‌ای واضح و عیان در به اثبات برسانه چگونگی مداخلات
داخل این کشورها در حمایت از گروه‌های حراس افغان در افغانستان و یا نه اینها نیت و اراده نسبت به تغییر روی کارشان در مسائل کشورهای حامی جنگ افغانستان ندارند؟ یک وقت بود که افغانستان رابطه چندان خوبی با دنیا نداشت و ما نمیتونستیم که همصدایی به خاطر ادعایی که داریم ایجاد کنیم. این یک ادعا بیشتر یک حقیقت است که ما او را داریم، ولی خوشبختانه در دو سال دو نیم سال گذشته یک کاری که شده او در این بخشا شده. ما هم به سطح منطقه و هم به سطح جهان تلاش کردیم که ما یک هماهنگی ایجاد کنیم تا همصدایی به صدای افغانستان بیشتر شود، تا ما هماهنگی بیشتر کنیم و نتیجه این هماهنگی ها و همصدایی ها در سطح بین الملل در عمل چی است؟ چرا پاکستان منزوی ساخته نمیشه؟ چرا پاکستان هنوز هم حرف اول و آخر در مسائل افغانستان چی در سطح منطقه و در سطح جهان میزنه؟ به نظرم پاکستان منزوی شده، ولی این یک وضعیت نیست که به نفع ما باشه. چگونه میگین پاکستان منزوی شده؟ به اساس چی؟ مگر در عمل دیده نمیشه این شما اگر ببینین سیاست هایی که پاکستان به غرب امروز داره و سیاست هایی که به غرب و در کل کشورهایی که حامی پروسه صلح در افغانستان هستند یا حامی پیشرفت در افغانستان هستند، به کشورهایی که روابطی که دو سال پیش داشت امروز نیست. اما روابط رسمی این کشورها تغییر نکرده. بیشتر موزگیری ها و واکنش ها نسبت به عملکرد های پاکستان در افغانستان غیر رسمی است در سطح محافل سیاسی یا احزاب سیاسی کشورها. ببینیم به پاکستان تغییرات آمده هم به سطح کشورهای منطقه و هم به سطح جهان تغییرات آمده و امروز صدای ما که صدای صلح است و صدای حقیقت است، همکارای بیشتر به سطح منطقه و جهان داره. پروسه کابل آخرین تلاش بود که حکومت افغانستان در این راستا کرده و این تلاش دوام پیدا میکنه تا ما کشورهای دیگری را پیدا کنیم که همکار پروسه صلح افغانستان باشند و تلاش کنند که به سطح منطقه بر ضد تروریسم یک هماهنگی ایجاد شود. این کارا شده. ما مستقیما با پاکستان هم کار میکنیم و کشورهای و در چوکات سه جانبه چهار جانبه تلاش میکنیم که رابطه ما بهتر شود و در کل وضعیت افغانستان بهبود پیدا کند. خیلی سپاسگزارم. آقایش می شما تلاش های حکومت افغانستان در منزوی ساختن پاکستان چگونه میبینین؟ حالا آقای فیصل ادعا داره که حکومت افغانستان در نتیجه تلاش های پی در پیش توانست پاکستان دست کم منزوی بسازه در سطح منطقه. ببینید یک زمان بحث سر از این است که تلاش های دولت افغانستان در حوزه سیاست خارجی به کدام سمت پیش میره. میشه گفت که نسبت به دوره گذشته 14 سال گذشته خصوصا در این دوره ما یک سیاست خارجی مشخص‌تر در قبال پاکستان اتخاذ کردیم، اما نباید فراموش کنیم که جایگاه پاکستان در طول 60-70 سال گذشته در سطح منطقه تثبیت شده است برای قدرت‌های کلان، ولی تلاش‌ها از سوی حکومت صورت گرفته، نمی‌شه این کار کرد. اما اگر بحث سازمان ملل متحد داریم انجام بدیم، طبیعی است که پروسه کابل و با توجه به شرایطی که پیش آمد در کابل و اینکه برگزار شد، میشه گفت دستاورد برای حکومت بوده است. طبیعی است، این قابل قدر است. اما در این زمان تلاش های دیگری تا جایی که من اطلاع دارم در حوزه منسجم ساختن فعالیت های سازمان ملل در افغانستان داره صورت میگیره که در دوره های گذشته چنین نظارتی بر فعالیت اجنسی سازمان ملل در افغانستان نبوده است. از این بود میشه گفت که حکومت دستاورد داره، ولی یک نکته رو نباید فراموش کنیم. بحث هایی که داریم اینجا انجام میدیم در خصوص سازمان ملل متحد در افغانستان، بحث هایی است که در طولانی مدت پاسخ میده. این دو تا باید تفکیک قائل شیم با یکدیگر و به یک باره نمیشه شما تغییر چی در سطح منطقه در خصوص صلح بیارین، چی در خصوص فعالیت های اجنسی سازمان ملل در افغانستان. مجموع من نظرم بر ایست که در مورد سیاست خارجی باید مثبت اندیش در شرایط حاضر، ولی بحرانی که در سطح منطقه هست آنقدر عمیق است که به نظر من به تنهایی هیچ وقت نمیتونیم چنین چیزی را انجام بدیم. سفر آقای گوترس و فعالیت هایی که سازمان ملل انجام میده و ای که ما انعکاس میدیم صدای ما از این طریق به تغییر شرایط میتونه منجر شوه، اما هیچ کس نباید انتظار داشته باشه که این تغییر یک بارگی صورت بگیره. افغانستان خود چالش های جدی مواجه است، تلاش ها داره صورت میگیره، اما یک انتقاد من دارم اون است که چرا آنچه که صورت میگیره با مردم افغانستان کاملا شریک ساخته نمیشه. تلاش ها به حیث یک استاد دانشگاه دارم این بحث میکنم، تلاش ها بنیادین هست، ولی در عین زمان وقتی که تلاش ها بنیادین است از طرف جناب رئیس جمهور یا دکتر سیف عبدالله، باید به مردم امید داده شود. مثلا در چه مسائلی به مردم ببینید مثلا وقتی که من در حوزه سیاست خارجی دارم صحبت میکنم، شما پروژه هایی داریم مثل تاپی، مثل کاسا هزار،
مثل راهنی که داره ساخته میشه در افغانستان خود کشورهای همسایه. این فعالیت‌های اقتصادی داره صورت میگیره، کارهای بنیادین هم هست برای افغانستان، اما این زبان مردمی که به مردم گفته شده و امید برای مردم افغانستان خلق کنه متاسفانه دیده نمیشه. من نمیدونم واقعیتش، برای خودم سوال کلان است. شما اگر افغانستان مقایسه کنین 14 سال گذشته، خود 2 سال گذشته که حکومت وحدت ملی بوده است، 14 سال گذشته حجم کلانی از کمک ها وجود داشت ولی کارهای بنیادینی در افغانستان نشد. ولی با توجه به اقتصادی که ما وارثش بودیم بعد از این دوره و حجم کاهش کمک هایی که در افغانستان اتفاق افتاد، داره کارهای اقتصادی صورت میگیره، ولی من نمیدونم دلیلش در چیست که خود مردم شریک ساخته نمیشه. بگذارین آقای فیصل پاسخ بده به این نقد شما. خیلی کوتاه آقای فیصل، چون فرصت برنامه به پایان رسید. من فکر میکنم تلاشای شده که به مردم برسه، ولی ما دقیقاً این بخش روسای حکومت هم گفتن، رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم، که به مردم باید بیشتر رسیدگی شود، به مردم صحبت شود. یک مشکل جدی که امروز موجود است، امنیت کلانترین مشکل ماست و امنیت چندان خوب نیست در افغانستان. این باعث شده که سایر اثر تمام پالیتای دیگه که حکومت داره و مثبت است داشته باشه. من این به حیث سخنگوی حکومت وقتی خودم در بحثا میرم، من میفهمم که چیزای زیاد شده و وقتی که میخوام که از اون ناحیه صحبت کنم، حداقل اگه یادم میشه رسانه دوستای دیگه سوالاتی می داشته باشن که او امنیت است و دفعتن ایجاد شغل است که نیب اساس. این موارد کلش باعث شده که بحث های اساسی کلانی که ما داریم که او در کلان مدت و مردم کمک میکنه، اقتصاد است، پروژه های کلان اقتصادی است، او بحث ها زیر شوا میره و مردم توجهش بیشتر به امنیت است. ولی ضرورت است که در این بحث زیاد کار شود، ما دستاورد های دیگه هم داشته باشیم که به مردم برسه و حقیقت مردم حاصل شود. این کمک میکنه که فاصله هم که دفعتن وجود داره ای کمتر از امروز باشه. خیلی سپاسگزارم آقای هاشمی. خیلی کوتاه میخوام در اخیر از شما در واقع جواب سوال داشته باشم. در این سفر چگونه یک حالت، یک وضعیت از حکومت وحدت ملی و در مجموع از افغانستان در ذهن و فکر دبیرکل سازمان ملل متحد متولور خواهد شد؟ چون برخی ها انتقاد دارند که رئیس جمهور غنی در نشست های ملی و بین المللی با نمایندگان کشورها در واقع واقعیت های موجود، واقعیت های حاکم در درون حکومت پنهان نگه می دارد. ببینید، ما در دنیای زیست می کنیم که فکر نمی کنم کدام چیزی بشه پنهان نگاه داشت، اما یک زمان شما او چیزی که افکار عمومی است دارین در یک جامعه، یک زمان فعالیت هایی که داره صورت می گیره. ما بین این دو بقیدیم او بالانس و توازن وجود نداره و طبیعتاً وقتی که شما تلاش صورت بگیره در خصوص فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان ولی افکار عمومی منفی باشه، طبیعتاً او تلاش‌ها رو به شدت زیر تاثیر میبره. حالا چی یک تصویر ارائه خواهد کرد این حالت، حالت افغانستان به بلند پایه‌ترین مقام سازمان نکته دقیقی که من خدمت شما بگم، برداشتی که دبیرکل سازمان ملل متحد میکنه یا آقای یان کوبیش میکنه در افغانستان، او ایست که تلاش های دولت در جهت انسجام دادن فعالیت های سازمان ملل وجود داره در افغانستان، اما فضای صلح و امنیت در افغانستان بسیار بحرانی است. این چیزی است که در واقع او پیغام منفی میده در عین زمانی که فعالیت های مثبت صورت. خیلی سپاسگزارم از حضور هر دوی شما در برنامه. دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه و جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی، ممنون از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر دنبال کنید. نام واقعی دختر باراک اوباما جنجال بزرگ را در شبکه‌های اجتماعی براه انداخت. زن به نام اشلی با انتشار پیام در صفحه تویتر خود فاش کرد که از یک سال پیش نام واقعی ساچا اوباما دختر رئیس جمهور سابق آمریکا را کشف کرده بود. اشلی تاکید کرد که نام واقعی ساچا ناتاشا است. انتشار این خبر جنجال در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، به ویژه اینکه خوانندگان صفحه اشلی از حیرت زده این خبر اظهار ناباوری کردند. با توجه به اینکه ناتاشا نام روسی است و در حال حاضر بر سر روابط پیشین رئیس جمهور فعلی آمریکا با روسیه، جنجال رسانه‌ای و قضایی بر ضد دونالد ترامپ بر پاست، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان ابلاغ این موضوع به دولت آمریکا شدند.